سخنان بزرگوار برنامه ما جناب آقای خاتمی یزد به عنوان کارشناس پولی بانکی در استودیو حضور دارند. منتظر هستیم تا انشاءالله مهمان بعدی هم به جمع ما بپیونده. آقای خاتمی خوش آمدید. متشکرم. سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خب چند وقتی است که سپرده‌گذاران و مؤسسات مالی و اعتباری و تاوانی‌های اعتباری و حالا شاید هم برخی از شعب بانک‌ها خیلی با شدت و حدت به دنبال این هستن که سپرده‌های خودشون از بانک‌ها خارج بکنن. برخی از تاوانی‌ها هم طور که در مقدمه اشاره کردم مثل فرشتگان، مثل آرمان، عملاً ناتوانند از اینکه بخوان این سپرده‌ها برگردونن و اعلام ورشکستگی کردن. اما در مورد مؤسسات دیگر هم این احساس ایجاد شده ای که سپرده‌گذاران برن و موجودی‌های خودشون از بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری بکشن بیرون. چرا این اتفاق افتاده؟ عرض کنم که بانک مرکزی بازپرداخت سپرده‌های مردم رو تضمین نمی‌کند، نه منابعی بر این امر دارد، نه وظیفه‌ای در این مورد دارد. این کلیتش در مورد بانک‌های دولتی، خصوصی، مؤسسات اعتباری مجاز، غیر مجاز صادق است. به هیچ وجه بانک مرکزی وظیفه تضمین بازپرداخت سپرده‌ها رو ندارد. بنابراین هر کس هر جا پول میذاره، اگر اون مؤسسه 10% که گفتید از بانک‌ها برای تضمین میگیره که نگه داره، در حد 10%، یعنی از یه بانک 10% میگیره میذاره تو بانک مرکزی، اگر امروز این بانک مشکلی داشت از این 10% بهش میده، پول خودش پول بانک دیگه میده که مشکلی امروزش حل شه، فردا باز برگردونه. اما در قبال پول مردم پس هیچ تضمینی نمیکنه؟ یعنی عبتن. مردم چجوری پس باید بانک ها اعتماد بکنن؟ هیچ بانکی در هیچ جای دنیا بدهی بانک به سپرده‌گذارا بانک مرکزیشون تضمین نمیکنه. این سوء تفاهم. اگه فکر کنیم که اگر هر بانکی ورشکست، اون تو آمریکا مگه چند تا بانک ورشکست دو سال 2008؟ کسی به تضمین ممکنه در بهترین حالت بانک مرکزی به یک بانک وام میده، میگه آقا امروز که تو کم داری از این بانک پول بردار بده، فردا که در آوردی سپرده ها جمع شد سودآور شدی پس بده. اما تضمینی که از منابع خود بانک مرکزی بدم وجود نداره. آقای رنجبر سلام، خوش آمدید. شما بفرمایید مردم چطور باید به بانک ها پس اعتماد بکنن اگر تضمینی برای حالا پولشون، موجودیشون و سپردهشون نیست؟ بله، بخشی از اون اعتماد که در واقع به عملکرد خود اون بانک برمیگرده و مردم باید اعتماد کنن جایی که سپرده میگذارن در واقع کارکرد و کارایش به چه صورته. بخشش همینطوری که جناب آقای حاتمی یزد اشاره فرمودن در واقع از محل ذخایر قانونی و یا ذخایر احتیاطی که بانک ها نزد بانک مرکزی گذاشتن هست. و خوشبختانه مردم که نمیتونن بانک ها رو کارشناسی کنن، چون مردم که عامه مردم هستیم، خود منم جزو اونها، ما که اطلاعات پولی و بانکی نداریم که بخوایم بدونیم کدوم بانک کارش بهتره یا کدوم بانک کارش بدتره. چرا؟ چون تمام حساب و کتاب بانک ها شفاف توی کدال بورس هست و عملکرد بانک ها، سودهی بانک ها. ما که به بورس که دسترسی نداریم آقای رنجبر. مثلا من یه فردی ام میخوام برم توی شعبه بانکی حساب باز بکنم، من که نمیرم بورس مثلا. مشکلی ندارید، ولی تو مؤسسات به هیچ وجه تک دارید. چه مجاز چه غیر مجاز؟ چه مجاز چه غیر مجاز؟ حالا من با این من با این صراحت عرض میکنم، ولی واقعا روشای دارن که مشکلشون حل کنن. بله، ولی مؤسسات مجاز این روشا رو ندارن. مخصوصا هم یه شاخص رو اگه مبنا بذاریم، هر کدوم که وضعیت مالیشون بدتره نرخ‌های سود بالاتری هم پیشنهاد میکنن. یعنی اون کسانی که به دنبال نرخ سود بالاتر میرن اتفاقا میرن سراغ مؤسساتی که وضعیت مالیشون و وضعیت نقدینگیشون بدتره. و اون بانک در خبر اعلام میکنیم و اون بانکایی که اتفاقا نرخاشون به بسته پولی بانک مرکزی و به اون سیاستهای پولی شورای پول اعتبار نزدیکتر هست، اونها اتفاقا سیفترن، اونها در واقع شرایط بهینه و بهتری رو دارن و به اونها قابلیت اعتمادی که مردم میتونن داشته باشن بالاتر. کار خوب میتونه ایجاب کنه. حالا من بندی کنم، حالا من سومی رو چم عرض کنم. یکی هم این که خوشبختانه در سالیان گذشته، یعنی در سال فکر میکنم سال 91 بود، صندوقی تأسیس شد به نام صندوق ضمانت سپرده ها. خب. ولی چون تأسیسش مال اون هست و اگر بانک ها میخواستن، بانک مرکزی میخواست در واقع فشار بیاره به بانک ها که شما درصدی از سپرده هاتون رو یا درصد قابل توجهی از سپرده هاتون رو نزد این صندوق و نزد من نگهداری بکنید، فشار میومد به بانک ها، این نرخ درصد رو تدریجی انجام دادن و همه بانک هایی که الان مجوز بانک مرکزی رو دارن و بانک های خوبی هستن در واقع تو این صندوق میگذارن، ولی انباشت میشه برای
برای حل همینجور موارد. صحبت شما یه سوالی الان اومده، اجازه بدین البته من اینو از آقای کمری بپرسم، بعد نظر هر دو مهمان رو هم خواهم پرسید. آقای کمری، همچنان باز هم از شما خواهش میکنم که با صدای بلندتری صحبت کنیم، من اینجا صدای شما رو کم دریافت میکنم. اشاره کردیم به مؤسسات مالی مجاز و غیر مجاز، هنوز روی اون مجازها هم ما جای سوال داریم. آقای برنجبر هم اشاره کردم میون صحبتشون که مردم به سمت اونها میرن برای اینکه خب سودهای بالاتری از اون نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار رو ارائه میکنن. چرا پس اگر که مجاز بانک مرکزی مجوز رو ارائه کرده، پس اون برخورده چرا انجام نمیگیره؟ چرا حداقل به اونا اعلام نمیکنید که دارید برخلاف قانون و مصوبه شورای پول و اعتبار اون سود بالاتر از اون حد رو ارائه میکنید؟ چون مردم به اعتماد همون لیستی که در سایت بانک مرکزی گذاشته شده و مؤسسات مالی مجاز هم در اونجا مشخص شده به سمت این مؤسسات مراجعه میکنند. سرکار خانم، تاکید میکنم که هر آنچه در مورد بانک‌ها در بانک مرکزی از نظر مقررات و ضوابط هست، در مورد مؤسسات مالی مجاز با تاکید میکنم، یعنی اهم از صندوق ضمانت از سپرده ها، اهم از سپرده قانونی، اهم از عضویت در بازار بین بانکی ریالی، در صورتی که بستر و شرایط این مؤسسات مالی اعتباری فراهم باشه، اینها هم مشمول هستند. یعنی ما الان در صندوق ضمانت از سپرده ها مؤسسات اعتباری مجازی داریم که اونها هم منابع خودشون رو تودی کردن یا در بازار بین بانکی ریالی عضو هستند. عرض کردم مؤسسات مالی مجاز رو عرض میکنم. ببینید کاسپیان رو ما میگذاریم کنار، چون هنوز آقای کمری اصلا نریم سراغ اونا، اسمی نبریم، الان همینجا بمونیم روی همین بحث که بله. پس اشاره کردن آقای حاتمی که هیچ تضمینی اصلا در مورد چه بانک، چه مؤسسه مالی، چه تاوانی اعتباری، اهم از مجاز و غیر مجاز، در مورد موجودی و سپرده مردم از نزد بانک مرکزی وجود نداره. شما هم پس معتقدید مردم چطور باید این اعتماد رو نسبت به بانک‌ها و مؤسسات کسب بکنن؟ بیان به سمت اونها. بانک‌ها خودشون یک مؤسسات اقتصادی هستند، از منابعی که از محل سپرده‌های مردمی جذب می‌کنند مبادرت به اعطای تسهیلات می‌کنند و در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند که در حد مجاز مقرراتی که شورای پول اعتبار به اونها اجازه میده، بخش قابل ملاحظه‌ای هم تسهیلات می‌کنند. خب تسهیلات اعطا می‌کنند. طبیعی است که عملیات بانک می‌تواند توأم با ریسک باشه، اما برای اینکه این ریسک به حداقل برسه، همونجوری که دوستان اشاره کردن، ما آمدیم سپرده قانونی رو داریم که بر اساس مصوبات شورای پول اعتبار این نرخ تعیین شده. بنابراین بخشی از سپرده‌ای که بانک‌ها جمع‌آوری می‌کنن مکلف هستن نزد بانک مرکزی تودی بکنن، هم ابزار سیاست پولی است، هم اینکه یک اطمینانی می‌دهد که اگر خدای نکرده فعالیت یک بانک دچار اشکال شد، از این محل بخشی از منابع برگرده. بخش دیگری از این در قالب صندوق ضمانت سپرده‌ها دیده شده که این منابع اگر نزد اون صندوق تودی بشه، به نوعی اون صندوق کار بیمه سپرده ها رو انجام میده. اگر خدای نکرده باز یک بانک و یک مؤسسه اعتباری مجاز دچار مشکل بشود، از محل منابعی که نزد اون صندوق هست بخشی از سپرده ها برمیگرده. بنابراین حالا برگردیم باز به همون سوالی که من قبل از این پرسیدم از شما، کانال اطمینان بخش از این بابت داریم و از این محل ریسک رو به حداقل رسوندیم. آقای کمری، برگردیم به همین سوال که شما داشتید پاسخ بده، خواهش میکنم کمی پاسخ ها رو مختصر بدیم برای اینکه بتونیم بالاخره به یه جمع‌بندی برسیم. همچنان من سوالم این هست که در مورد مؤسسات مالی مجازی که مجوز رو از بانک مرکزی دریافت کردن، تحت نظارت بانک مرکزی دارن فعالیت ارائه میکنن، تابلو نصب میکنن، سپرده های مردم رو جذب میکنن، چرا بالاتر از نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار سود ارائه میکنن؟ بله. یعنی اینکه دارن قانون رو دور میزنن، بله. یعنی برخلاف قانونه. بله. و اینکه حالا خب بالاخره اینا میتونن که اون در قبال مردم پاسخگو باشن یا خیر؟ ببینید اینکه قانون رو دور میزنن، اینکه نرخ سود رو بالاتر میدن وجود داره. چرا پس برخورد نمیکنه بانک مرکزی؟ برخورد میکنه. ببینید ما عرض کردم خدمتتون، ما بالغ بر 24 یا 25 بانک و مؤسسه اعتباری رو هیئت انتظامی بانک مرکزی ما معرفی کردیم. این هیئت انتظامی متشکل از نمایندگان قوه قضاییه هست، یک نفر از خود بانک ها، مدیران عامل بانک ها و عضو اون هیئت هست و یک نفر هم نماینده شورای محترم پول اعتبار. آخه اینکه اگه اون هیئت انتظامی قرار بود که تصمیم گیری کنه و بالاخره برخوردی انجام بده که کار به اینجا نمیرسید. خیلی ممنونم از شما آقای کمری. اجرایی کجاست؟ بله آقای حاتمی هم اشاره میکنن که قدرت اجرایی اون هیئت انتظامی کجاست که تا الان نتونسته این وضعیت رو جمع کنه. آقای فلاح شما نظرتون چیه؟ در مورد
های مؤسسات مالی، حالا اما از مجاز یا غیر مجاز، اینکه بالاخره بانک مرکزی ابزاری داره برای اینکه با اینا برخورد بکنه یا اینکه اصلا قدرت اجرایی نداره؟ بله، عرضم بزرگتون که بانک مرکزی توی در واقع چند سال گذشته سعی کرده که توی قوانین بودجه و قوانین برنامه بتونه ابزارهای کنترلی و ابزارهای نظارتی بهتری رو بتونه پیدا بکنه، ولی در مورد اونهایی که مجوز ندارن واقعا خب باید بپذیریم که کار بسیار سختیه، چون که اینها رفتن از یه جایی، از یه وزارتخونه قبلا مجوزی رو گرفتن و این مجوزها مجوز فعالیت در واقع پولی و مالی در این وسعت نبوده. بانک مرکزی برای اینکه واقعا بتونه اینها رو ساماندهی کنه و ابزارهای کندی هم که در اختیارش هست، کار بسیار سختی هست و باید اونها رو ساماندهی بکنه. این در واقع یکی از سخت‌ترین کارهای بانک مرکزی است. حالا در مورد مؤسسات مالی مجاز هستن، اونایی که مجاز هستن رو در واقع باید برای هر کدوم از اونها اینی که چرا دوچار این بحران شدن، ریشه این مشکلاتی که در اونها اتفاق افتاده باید بررسی بشه. بررسی چیکار میتونه بکنه؟ کاری که بررسی کرد، مؤسسه توسعه رو بررسی کردم. بله. فهمیدن تخلفاتش چیه. بله. فهمیدن نمیتونه ادامه حیات بده. بعد چیکار کردن؟ باید عرضم بزرگتون که چه کردن، چه میتوانند بکنن، چه قدرتی دارن؟ نه، قدرت خیلی وسیعی بانک مرکزی نداره. تمام. ولی کاری که میتونه بکنه، یعنی ببینه که چه اتفاقاتی بوده که در اینجا افتاده، مثلا هیئت مدیرش چجوری رفتار کرده. خب ارزم بزرگی تصمیمات چه؟ اما بالاخره بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد پولی و بانکی در کشور ما، بالاخره یه نهاد مسئول و ناظر بر فعالیت مؤسسه ها، بانک های، همه نهاد هایی هست که در فاقل اختیار لازم. اما به نظر میرسه که فاقل اختیار لازم برای برخورد نه، میتونه از یک سری ابزارهای تشویقی استفاده بکنه برای اینکه به اصطلاح مجوز اینها رو باطل نکنه. در واقع بیاد مکانیزمی رو طراحی بکنه که سهامداران اینها بیان با هم متحد بشن، دو تا مجموعه رو یکسان بکنن و پاسخگویی بهتری رو داشته باشن، از خطوط اعتباری خودش و مکانیزم‌های تشویقی که بانک مرکزی میتونه بگذاره برای اینکه اینا مقیاسشون بزرگتر بشه. یعنی منظورتون هم پدیده ادغام هست که حالا قراره در مورد برخی از مؤسسات اتفاق بیفته؟ ادغام داوطلبانه‌شون، نه ادغامی که حالا الان ما داریم کساییو که ما باید نگاه کنیم ببینیم کشورهایی که بانکداری رو قبل از ما شروع کردن و پیشرفته‌تر از ما هستن چیکار دارن؟ چیکار کردن؟ تو آمریکا بانک‌ها ورشکست شدن، تو آلمان بانک‌ها ورشکست شدن. خواهش می‌کنم جمع‌بندی بکنید. ببینید، وقتی که یه مؤسسه غیر مجاز تخلف کرد، گام هایی که براش برم دارن، اول کارش اینه که سلب صلاحیت مدیریت بکنن، بگن آقای مدیر شما دیگه نمیتونی اینجا کار کنی. مدیر غیر صالح رو کی گذاشته؟ سهامدار گذاشته. بنابراین از او هم سلب اختیار میکنن برای یه مدت معینی. بانک مرکزی مدیری که خودش صلاح میدونه میذاره اونجا، میگه با ضوابط برو اینجا ردای کن، اگر اصلاح شدنی هست اصلاح، وگرنه جمع بکنن. ظرف یه مدت معینی باید مدیری که بانک مرکزی میذاره برنامه بده، بگه من ظرف دو سال اینجا رو یا اصلاح میکنم یا جمع میکنم. مشروط به اینکه تبدیل به بحران اجتماعی نشه. نه، خیلی باید تنها راه جلوگیری از بحران اجتماعی این است که در یک برنامه زمان بندی بله. جواب مردم رو بدیم. بله. وقتی مدیر بانک مرکزی رفت اونجا، اموالش رو شناسایی میکنه، بدهی‌ها رو شناسایی میکنه، به همه میگه آقا من بدهی‌های کوچیک رو اینجوری میدم، بزرگ رو اینجوری میدم. این صندوق ضمانت سپرده‌هایی که درست کردیم فقط مال بدهی‌های کوچیکه، بده یا بزرگ رو این تضمین نمیکنه. نه، نمیکنه. توجه این در هیچ جای دنیا ده. یعنی در بهترین و موفقترین کشورهای دنیا شما نگاه بکنید، اگر یک بانکی با مشکل اینجوری سنگین مواجه بشه، هیچ وقت تکافو نمیکنی منابعی که همه رو باز پرداخت بکنن. اما اجازه بدید چند تا راجع به بانک صحبت کنیم. اجازه بدید فرصت برنامه ان شاء الله در فرصت های بعدی. ممنونم از شما آقای حاتمی، ممنونم از شما آقای فلاح و ممنونم از همراهی شما هموطنان عزیز. شبتون بخیر.